از اونجایی که بازی رابرتسون و سلوی خیلی استقبال کردیم و اینقدر دوست داشتین، دوباره توی جای دیگه پیداشون کردم، خوردن به پست همدیگه، از خجالت همدیگه در میان. بریم با همدیگه این بازی جذاب رو با هم تماشا بکنیم. بازی شروع میشه. بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. سلوی ضربه اول رو پات میکنه. 7 فریمه. هر کس 4 فریم ببره برنده بازی هستش. اگر واقعا بازی رو نمیدونی مثل همیشه بگو که طرفدار کدومش هستی و فکر میکنی کدوم میبره. واقعا اگر ویدیو قبلی رو ندیدین رابرتسون و سلوی رو، حتما اگر شما نکنم مسابقات قهرمان قهرمانان بود، چمپیونز آف چمپیونز، حتما برید نگاه بکنید چند تا ویدیو قبل اینجا، اصلا دیوونه میشین اون بازی رو ببینید. این بازی هم فکر نمی کنم بچه قدیمی باشه، حالا اطلاعاتی روش نبود ولی فکر نمی کنم بازی قدیمی باشه چون قیافه جفتشون جدیده. حالا اینجا 46 امتیاز زده. خب اینجا این قرمز خیلی خوشگل، همین قرمز من نظرم بود میگیره. سوال، همه رو با مشکی زد یا نه؟ فکر کنم وسطش صورتی هم زد. نه زد اولش حالا مثلا پنج آبی و اینا هم زد وسطش، چون جمعا همه رو داره با مشکی میزنه. اوکی، گفتم بازی با کش با کشه، قول یه بازی با کش با کشه بهتون داده بودم. نه ندیدم بازی رو، ادیتور هام خوش سلیقه هستم و بازی های جذاب و که بین دل شما انتخاب شدن دمشون هم گرم، خیلی بچه های گولی هم و خوش سلیقه. به به، با یه نوبت سنتری 101 میزنه با یه نوبت، میز که عالیه، قشنگ پتانسیل اینو داره که کلریانس بشه. 112. یکم زود بلند میشه سلوی. رو ضربش دقت کردم. خب این 127، این 134. باریکالله، ببین بازی رو ببین، طرف زده بریک کرده پشت دستی 137، 130 چند بود؟ 127، 134 تا زده. البته که من اگه به شما بگم تو ذهن رابرتسون چیه؟ هیچی. اگه میخواید تو ببینید تو ذهنش چی خالی رفت. اگه میخواید ببینید تو ذهنش چی هست؟ هیچ. یه فریم تموم شده. اصلا بگو 1000 امتیاز عقب. یه فریم بوده تموم شد و رفته به همین سادگی. حالا روز از نو، روزی از نو، صفر صفر دوباره. یک بازیکن بخواه خودش رو درگیر این بکنه، وای الان اینقدر زد، الان روحیش خوبه، این اصلا برای بازیکن آماتوره طرز فکرهایی که به شما میگم. بابا چه لانگ شاتی، طرز فکر برای بازیکن آماتوره، طرز فکرهای خال زنکی. یعنی ببینیم که رابرتسونی که تو فریم اول 134 دریافت کرده، به به، دو تا کانون میکنه، دو بار
چقدر خوب زد اینو، سالان هم تشویقش میکنه. دکی خطا شد. خب اوکی، پایا پای دارم میرن جلو، امتیاز خاصی رد و بدل نشده. 22-19 بعید میدونم اون توپ قرمزی که دادن پاکت میره رو داشته باشه. بله، و اینکه کیوبالو میکشونه زیر باند. البته همیشه بازیکنها هدفشون از این کار اینه که بندازن پشت مشکی، ولی خب این فکر کنم اون توپه خیلی تلاش کرد توپش رو بذاره زیر بام، به خاطر این توپه بذاره بش اه دکی این توپه داشت. ببین اگر جای چیز بود، جای خوب بود، اون توپه داشت احتمالا که این توپو میزنه میبره کیوبالو پشت سبزی صورتی چیزی. بسیار عالی، هر دو بازیکن ضربات سیف دارن استفاده میکنن. گفتم توی این موقع ها ویدیو رو با دقت بیشتری نگاه کنه، هر کسی هم میبینید بازی یاد گرفته، حتی خود اینها هم از بازی دیگران خیلی چیزا یاد گرفتن. میگه چه میگم، مثلا خود سالیوان میگه دیگه، میگه من میشستم بازی های استیو دیویس رو نگاه میکردم، جیمی وایت رو نگاه میکردم. اوکی، شما هم داری همین کار انجام میدی دیگه، شما هم داری نشستی بازی بازیکن جهانی رو یاد میگه اگر که میخوای پیشرفت کنی تو بازید، چون بعضیا فقط از روی لذت و علاقه نگاه میکنن انقدر این بازی جذابه. علی بچه، من یه چیز به شما بگم، نمیدونم چند نفرتون تجربه این موضوع رو دارید که مسابقات جهانی اسنوکر رو حالا خارج از کشور هستید از نزدیک ببینی، اصلا یه چیز دیگه از شما تو سالن بشینی بازی رو نگاه کنی، یه چیز دیگه است. الان میگی نیام اگه خودت رفتی ببینی، نه، ولی آدم میتونه تصور بکنه خیلی چیزها رو و تصویرسازی بکنه و مطمئن باشین که اصلا یه چیز دیگه است. اینکه مثلا میبینیم تماشاچیای او 5 ساعت میشن یه بازی رو نگاه میکنن، رو فضا دارن نگاه میکنن، اونم در سکوت. اوکی بریم ببینیم که چی شد. اینجا یه سلبی یه قرمز میزنه، سبز رو میگیره و در واقع برکش دوباره شروع میشه. اوکی، یه کنان خوب ولی اونو نزد. چرا؟ خدا میدونه، احتمال خیلی زیاد دلیلش این بوده که نمیتونسته پوزیشن خوبی برای توپای بعدی بگیره، برای همون توپو رفته با تیز زده، با رس زده. اینجا که خیلی سلبی داره آماده نشون میده، صورتی هم که اون وره میزه به درد نمیخوره، مشکی هم سر جاش نیست، مجبور همه رو با آبی بزنه. بالاخره مشکی رو میاره سر جاش. آه واریکشالا، این ضربه آروم اینطوری ها، غلط هم بزنی یه جورایی
جفت و جورش میکنه که بیفته. این توپ توپ سختیه، این توپ توپ سختیه. باریکلا ببینین سالون هم براش دست میزنه. این از خودم نمیگم که توپ سختیه. اینو اصلا خوب نزد. عجیبه که از یه بازی، البته نیازی نداشتی، ولی خب اصلا خوب نزد. بریم با هم دیگه به سراغ فریم سوم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. نزدیک میزنه، لانگ شاتش، وای 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 کنون که. و یه موقعیت خوب، ببین همینه ها، یه ضربه غلط میتونه فریم رو واگذار بکنه. اوه چه بازی کرد، چه میزیه اگه رد نکنه. اوه 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 اوه. وای خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. این هم نمیفته، مشخص بود. نه 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 نه، ریسک بالا، ریسک بالا و پات نمیشه. اوکی یه توپ سخت، یه توپ سخت، ولی اوکیه، ولی داره؟ بله داره. اوکی مشکل میز رو حل کرد، تمام. یکی دوتا توپ سخت باید میزد تا کیوبال بیفته قشنگ در اختیارش. کنم تا اینجا قصه طرفدارای سلبی خیلی خوشحال باشن از این موضوع. منم شناختین تو این مدت میدونین که دروغ نمیگم، واقعا نمیدونم نتیجه چیه. پنج و نه شیش، پنج و سه تا فکر کنم یه قرمز دیگه بزنه نگر میداره کیوبارو. بابا باریکلا، آفره، تمام تمام تمام. دقیقا همون قرمزی که عرض کردم به شما با یه ضربه کنون. خوشگل نگرفت، تموم شد فریم. فریم شما تموم شده بدونید. بسیار عالی، ولی مثل اینکه رابرتسون میخواد ادامه بده. 62 تا اختلافشونه دیگه، تموم شد دیگه، دیگه شما تموم شده بدونید. گفتم که تا اینجای قصه سلبی 3 هیچ میفته جلو. You remember that match, the semi-final of the World Championship a few. کنم افتاد. دیگه رفت کفتر در بیاره تو پاکت ها. ذهن بازیکن آزاد میشه، درگیر نیست دیگه، میبینید چی میزنه دیگه. 30. ای کلا. 68 in this one. 33. Now he's polishing off the colors. 37. 42. Nice. Surati. 48. And with imperial performance. Mishki. اوکی بریم به خمم نشد. ببین احمد پالسایی هستش که بازی رو بلده، میره تو بازی روانی، میگیره چی بهت میگم. سه هیچ، نتیجه ای که غیر قابل پیش بینی بود. بازی سنکره دیگه، مشخص نمیکنه. ببین رابرتسون نمیتونم بگم تا اینجا بد بازی کرده، یه جاهای ریسکی زد. میگم خیلی
تعداد ریسکش بالا بود و الا بعد بازی نمیکنه رابرتسون. عجیب هم از این تو معمولا بسته بازی میکنه، جلوی سلوی هم بسته تر. یه ضربه کوچیک ولی جون نداره که بخواد این پک رو باز بکنه و توپی بگیره، مجبور میشه که بها صورتی رو کیوبال ببر بالا. صورتی هم افتادش. به 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 ضربه کلاسیکو ببین، ولی دو منظوره بود دیگه. ببینیم زاویهش چیه. اوه چه زاویه خوبی، چه زاویه خوبی. بله یه دونه قرمز رو میگیره با علم این که میخوره به مشکی و برای صورتی نگه میداره. به به چه صورتی خوبی، توپو قل میده نمیافته. خیلی بد زد، خیلی بد زد. حالا نم اعتراضش به میز بود یا به خودش بود. آفرین. ای بابا نداره دیگه، یه کوچولو هم نمیچرخه براش دیگه بازی دیگه برای رابرتسون. چی میزنه داشت فکر کنم افتادش ضربه که زد. باریکلا نگو که میفته کیو بال. وای باور کردنی نیست، این همه سوتی و من تو چیز نیده بودم، تو بازی رابرتسون نیده بودم تو حالا. خیلی عجیبه ذهن ها. ببین همه اینا برمیگرده به ذهن. اگه میشه همچین چیزی. سلوی خیلی عالی بازی نمیکنه، رابرتسون خیلی به هم ریخته و باز داره بازی میکنه. میشه دیگه ذهن به هم بریزه. فقط تنها کسی که میتونه بهش کمک بکنه خودشه، هیچ کسی نمیتونه کاری به انجام بده. بابا بابا آقا اینجا هم شانس باهاش یار نیست که یه برخورد کوچیکی با سبز بکنه. میندازه پشت توپ سبز، بعید میدونم به توپی بخوره. میخوره میخوره بمب میخوره باری کلا. ولی من نه درست زده، رو اصول زده با توجه به پاورش. میخواستم بگم هدفشون نبوده، ولی نه هدفش دقیقا همون توپ بوده. چرا این حرفو میزنم؟ وای چه لانگ شاتی. با توجه به پاورش اینو دارم میگم به تو. سی و دو یازده اختلاف کمه، ولی داره زیاد و زیاد و زیادتر میشه. نتیجه سنگینیه. راضی نیست سلوی از ضربات خودش، راضی نیست ولی تلاشش رو میکنه. هنوز بازی رو نبرده. چهل تا اختلافشون بود، حالا میشن هفت و بیشتر. 47 تا اختلافشون هم. و تمام. سلوی رابرتسون رو به هیچ برد، 4-0. خیلیه ها، خیلیه. ببینیم صورتی رو میزنه پشت چی رو بزن. الان آبی رو نمیزنه، نیفتاد. خب رفقا اینم بود از بازی سنگین، شکست سنگین رابرتسون توسط سلوی. عجب بازی بود. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه اگر از این بازی جذاب لذت بردین. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. فعلا عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید.
پکیج آموزش تصویری بیلیاردو اسمی که شرکت در کلاس‌های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیاردو اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.